انتخابات بنده خونه بیرون نیاد. یک روز در خانه بشینن، یک روز اعتصاب خانگی، گفتن تو خیابونا نیاخو، اصلا به اونا چه، من مملکت خودتون دوست داریم میموندید تو مملکت خودتون، واسه چی رفتین شعار میدین، به ما چی کار دارین؟ دیشب میگفتن رأی ندید، ما رأی میدیم، ما میاییم چون میدونیم که انقلاب ما به سختی به دست اومده. اونا هر چقدر بیشتر فشار بیارن، بیشتر تبلیغات کنن، اتفاقا حضور ما پررنگتر میشه. اینا سیلی خوردن. هیچ نفعی برای زنها نخواهد داشت. ما میگیم انتخابات نمایشی. این نمایش نیست، یک همایش ملیه، یک حماسه حضوره. واقعا باید به مردممون آفرین و احسن گفت. واقعا تو اینه، چون الان میگم من تقریبا 45 دقیقه است با مادرم توی صف هستیم، هوا هم به نسبت سرد، فقط و فقط به خاطر اینکه بخوایم یه جوری مثلا یه دینه به نظرم برگردن تک تک ما. و 4.5% مردم ایران به این رژیم نگفتن، غلط کردن. خدا رو شکر که دشمنان ما از احمقا هستن. دشمن خجالت بکشه از این حضور گرم ما تو این هوای سرد. 30 ساله دارن تلاش میکنن، ولی مردم ما الحمدلله همونطور که رهبری فرمودن بصیرت کافی و وافی رو دارن و میدونن خودشون راه درست انتخاب میکنن و تو اون راه قدم برمیدارن و به هدفشون میرسن. صحنه های پرشوری که در یک دو انتخابات در گذشته اتفاق افتاده، اگر اصلاح طلبان نیان، نه به نظرم این صحنه اتفاق نخواهد افتاد. مردم واقعا اکثریت مطلقی در خانه ها نشستن. ما با این کار دشمن مصممتر میشیم که حتما حضور پیدا کنیم تا مشتی باشه تو دهنش. از اصل نظام هیچ کسی نمیگذره، خاطر این همه در هنگام انتخابات پرشور میان و در انتخابات شرکت. چشمشون کور، خودشونو دارن گول میزنن واقعا، و اگر بیان اینا رو ببینن میدونن که همه این حرفایی که میزنن الکی. مردم را با کیک و ساندیس راهی خیابان‌ها و شعب اخذ رأی کردن. حالا با همین کیک و ساندیس و اینا هر چقدر میتونه تلاش کنه بسیج کنه بیاره. ملت ایران چشمشون خیلی سیرتر از این حرفاست. همش چرته، همش دروغه. ما که اینجا کیک و ساندیسی ندیدیم، ولی اون چیزی که می‌بینیم حضور مردمه. Keep on pushing on that front. But we're not going to take any options off the table and تا جایی که بتونیم فشار رو بر اونا افزایش میدیم. ما هیچ گزینه‌ای رو از روی میز کنار نمیگذاریم. میگن همه گزینه‌ها روی میزه. ما هم گزینه‌مون همینه که حضور پیدا کنیم و با تک تک این انگشتای سبابمون همه گزینه‌هاشون رو حذف کنیم. تهدیدای اونوری‌ها رو ولش کن، ما تا آخری خونمون وایسادیم، حل تا آخر آخرش. اینا 30 ساله دارن تهدید میکنن، تحریم میکنن، هیچ اتفاقی نیفتاده. ملت ما، کشور ما روز به روز داره پیشرفت میکنه و ان با همین سیر سعودیش هم ادامه میده، اونا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. در مقابلشون وایسادیم و وای میسیم، هیچ غلطی نمیتونن بکنن.